سلام همه دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو می‌خوایم در مورد روش عدد گذاری مقداری با هم صحبت کنیم. قطعا حالا روش خاصی نیست ولی کاربرد داره. توی یک سری سوالات محاسباتی که پارامتری هست میتونیم استفاده کنیم و سرعت حالا اون حل ما رو به خیلی افزایش میده و کاربرد داره براتون. حالا توی این سوال به فرض گفته در یک تیر بتون آرمه با مقطع نشان داده شده در شکل با فرض جاری شدن کلیه آرماتورها ارتفاع بلوک فشاری تنه چقدر خواهد بود؟ خب یک تیری داده، ببینید بر حسب بی سوم، اینجا بی، اینجا بی شیشم، AS بر حسب بی دو. خب شما بهترین کار اینه که بیاین برای بی عددی فرض کنید که هم راحت باشه تو محاسباتون استفاده بشه و هم نخواهی اینجوری پارامتری حل کنید. الان بی رو اگه ما 3 بگیریم، این بی بالا رو برابر 3 بگیریم، خب این بی سوم میشه 1، اینم میشه 3 ششم یا 1 دوم و محاسبات ما راحت تر میشه. حالا میگم این فرمول ها کاری نداریم، فرمول ها چی هست و چی کار داره، از کجا اومده، فقط روش رو شما ببینید که با عدد گذاری چقدر راحت تر میشه. الان توی قسمت اول ما باید یه A محاسبه کنیم، حالا طبق فرمول ها که ببینیم این فرض مستطیل بودن غلطه یا درسته. که فرمولش چیه؟ ASFY85FC B. خب الان B رو ما گرفتیم چقدر؟ 3. 85FC هم که داریم، AS رو از اینجا 1.7 ضرب در 10 به توان منفی 2 در B2. خب باز B داریم، میشه 3 تا 9 تا ضرب در FY، اینجا 10 تا FC دیگه، FY مساویه با 10 تا FC هستش، FC با FC میره، یه 3 با این 3 میره، یه 3 اینجا میمونه، این 10 میشه 10 به توان منفی 1، 1.7 تقسیم بر 85 صدم هم میشه 2، دو ستا میشه 6، ضرب در ایدام میشه 6 دهم. خب شما باید مقایسه کنید با این رو با ارتفاع اینجا. خب چون اینجا هم عدد دادیم 3 ششم، ارتفاع اینجا رو گرفتیم، اینو گرفتیم 3، این میشه 3 ششم دیگه یا 1 دوم که همون 5 دهم میشه 1 دوم دیگه، 1 دوم انگار همون 5 دهم، ضرب در 5 بکنیم که بشه 5 دهم، بتونیم با این مقایسه کنیم. خب 6 دهم بزرگتر از اینه و این غلطه و باید مقطع به صورت تی بررسی بشه. برای اینکه تی بررسی چه، باز اینجا یه فرمولی داریم، گفتم کار ندارین فرمول ها چیه، بس اینه که عدد گذاری خیلی کار رو ساده تر میکنه. الان اینجا بی دبلیو گفتیم 3 سوم میشه 1، خب این میشه 1، اچ اف میشه 1 دوم یا 3 ششم، بی در اومد 3، خب الان 3 سوم این میشه 1، 3 منهای 1 میشه 2، این گفتیم میشه 1 دوم دیگه، اینم با این میره، کلا میمونه 85 صدم FC، یعنی کل این کس شد همین 85 صدم FC. A میشه T، همین ASFY منهای این عددی که اینجا به دست بریم تقسیم بر این مقدار. T الان شد 1.7 ضرب در 10 به توان منفی 2 ضرب در 3 به توان 2، باز اینجا B2 بود که چون بویی رو گرفتیم 3، میشه 3 تا 9 تا ضرب در 10 تا F'C، ASFY میشه T دیگه، منهای این CCF که در اومد 85 صدم تقسیم بر 85 صدم FC. بی دبلیو رو باز داریم، بی دبلیو اینجا سر اومد بی سوم یا همون 1، این انگار اصلا نیستش، میشه 1 دیگه. خب کس رو جدا میکنیم، A این تیکه اول تقسیم بر 85 صدم FC، تیکه دوم تقسیم بر 85 صدم FC، خب این تیکه دوم که میشه 1، تیکه اول یه دونه FC داریم که با این میره، این 10 با این میشه 10 به توان منفی 1، 85 صدم ضرب 1.7 تقسیم بر 85 صدم میشه 2، 3 ستا میشه 9 تا، این میشه 1، 18 ضرب در 10 به توان منفی 1 میشه 1.8، 1.8 منهای 1 میشه 8 دهم، به همین راحتی A آخر به دست اومد. گزینه ای درسته که من B رو بهش بدم 3 به من بده 8 دهم، فقط گزینه ای مثلا اینو B رو بدیم 3 میشه 1، خب برابر نیست دیگه. فقط گزینه دو شما 4 رو ضرب در 3 کنید تقسیم بر 15 کنید میشه 8 دهم. پس گزینه درسته که من بهش 3 بدم به جای B عددی که فرض کردم و بذارم به من همین عدد نهایی رو بده، چون اینجا ارتفاع بلوک ها رو زده دیگه. اون گزینه درسته که من B رو بهش 3 بدم به من بده 8 دهم. حالا شما اگه میخواستید این رو با فرمول عادی برید، یعنی پارامتری حل کنید، به جای AS بعد میذاشید 1.7 در به توان منفی 2 ضرب در B2 ضرب در FY که میشه 10 تا FC تقسیم بر 85 صدم FC در B. خب این FC با این میرفت، این دوباره میشد 1.7 تقسیم بر 85 صدم میشد 2،
یه دونه اینجا 10 به توان منفی 1 میمونه که بره تو مخرج، میشه 1/5، یا یه بی هم از این میمونه میشه بی 5. یعنی باز پارامتری، حالا بی 5 با بی 6 مقایسه کنید، همینجوری ممکن یک تا دوستان اشتباه کنه و اینو کوچیک‌تر بگیرن. پارامتری بعد مقایسه کنید. بعد اینجا به دست میاد که باز فرض مستطیل بودن غلطه، این سی سی اف رو بعد حساب کنید. 85% اف سی بی منهای بی سوم ضرب در بی ششم، باز خود این حساب کردن، اینو به حساب کن ضرب در این کن، دوباره آخرش میشه 85% اف سی بی 2 تقسیم بر 9. حالا اینو بعد بیای دوباره اینجا تو محاسباتت بذاری، یعنی خود این پارامتر باعث میشه شما به اشتباه بیفتید. 1 ضرب در 10 به توان منفی 2 ضرب در بی 2 ضرب در 10 تا، این همین ASFY مون بود دیگه، منهای 85% FC در بی 2 نهم تقسیم بر 85% FC در بی سوم. باز اینو و اینو باید جدا بگیری که میشه بی سوم، این قسمت هم تقسیم برای میگیره 6 تا بی دهم که نتیجتا میشه 4 بی 15. خود این حساب کتابا ممکنه تو محاسبات اشتباهتون کنه، ولی اینجا وقتی با یه بی گرفتن باعث میشه کل این پرانتز بپره، اینجا این بپره، تو محاسباتتون راحت تر میشه. خب به راحتی عدد گذاری میکنید و جواب رو به دست میارید. اما آزمون محاسبات اسفند 95 گفته در اتصال شکل زیر چنانچه قطر محاسباتی سوراخ برابر A 5 باشه، یعنی دی رو شما بگی برابر A 5، مقدار تنش نهایی در مقطع گسیختگی محتمل در ورق کششی به کدام یکی از مقادیر نزدیکتر است، یعنی داره میگه تی یو تقسیم بر ای ان دیگه، ای ان مینیمم رو برای من پیدا کن که بشه تنش ماکسیمم و نهایی. خب اول ما میایم گسیختگی این قسمت رو اگه بخوایم حساب کنیم، اول پارامتری حل نکنیم، ببینید اول پارامتری حل کنیم ببینید به چه صورته، بعد بریم سراغ عدد گذاری. خب مسیر اول ای ان مساوی با این زل که میشه 4 ای منهای دیمون، خب یه دونه اینجا داریم پس میشه ای 5 این در تی، ای ان میشه این، اگه حالا یه دونه یک بده مخرج مشترک بگیریم میشه 20 منهای یک میشه 19 ای، پس کلا میشه 19 ای 5 در تی. تی این میشه چی؟ اصلا میکنم تنش این، تنش این میشه برابر با تی یو تقسیم بر این ای ان 19 ای 5 در تی. خب این میشه تی یو برابر با 19 تقسیم بر 5 میشه 3.8 در ای تی. این میشه اولین تنش. تنش بعدی مسیر دوم رو بخوایم به دست بیاریم، خب دوباره این میشه 4 ای منهای 1-2-3 تا پیچ داریم، 3D که دیمون ای 5 در تی، به علاوه دوتا مسیر زیگزاگ داریم دیگه، یه دونه این یه دونه این که میشه S2 که A2 تقسیم بر 4 A، هم این زل A هم این زل A دیگه بود S2 تقسیم بر 4 G، هم S A هم G A، این میشه مساوی این A N 2. خب اینو میایم حساب میکنیم میشه 3A 5، اینو اگه مخرج مشترک بگیریم میشه 20 منهای 3 میشه 17A 5 در T، و علاوه این 2 با این بره میشه 2، اینم بره میشه A 2، این دیگه T هم اینجا داره البته در T، مساوی با 10 34 AT به علاوه 5 تا AT مساوی با 39 تا AT. حالا تی یو رو تنش قسمت 2 برای این قسمت 2 میشه 3 تی یو تقسیم بر، خب 39 تقسیم بر 10 میشه 3.9 دیگه، 3.9 تا AT. مسیر گسیختگی 3 هم به همین شکل باز ببینید با پارامتر باید حل کرد. خب الان مسیر 3 هم حساب کنید، این مخرجش بزرگتر از این دوتای دیگه هست، این در اومد 3.8 این در اومد 3.9، اون مسیری که این مخرجش کمتره ANش کمتره اون برای ما جوابه و جواب میشه گزینه 4. اما شما اگه بیاین همین رو عدد بدین دیگه این همه محاسبات پارامتری اینجوری نداره، ای ما باید یه جوری بگیریم که این دی راحت ترین عدد به دست بیاد. خب ای اگه ما بگیریم 5 دی میشه 1، تی هم 1 میگیریم دلمون میخواد دوست داریم،
ای این الان این خط رو اگه در نظر بگیریم 1 2 3 4 4 5 تا میشه 20 تا. 20 منهای یه دونه سوراخ داریم که قطرش هم 1ه. 1 ضرب در 1 میشه 1 دیگه. ضخامت هم که 1 میشه 19. مسیر دوم میشه 20 منهای 3 تا، این 3 ضرب در 1 دیگه. 3 ضرب در دی مثل اینجا. 3 ضرب در دی که دی مون چون 1 انگار نیستش میشه 3. ضرب در 1 ضخامته. 2 تا ضرب در خب این 5 گرفتیم، اینم 5 دیگه، این همه بر حسب A هستش. میشه S2 تقسیم بر 4G میشه 5 به تمام تقسیم بر 4G. خب یه 5 با این میره، این میشه 5، اینم میشه این، کلش میشه 2.5. 20 منهای 3 هم شد 17. 17 منهای 17 به علاوه 2.5 میشه 19.5. این یه دو این مسیر چون یه دونه خارج از نوعی گسیختگی داره، AN میشه تقسیم بر 4/5 که میشه 5/4 ضرب داره کل این میشه 20 منهای، دوباره 3 تا سوراخ داره که میشه 3 دی، دیمون هم 1 ضرب در یه ضخامت 1 هم بکنیم، ضرب در تی اگه 1 بکنیم باز میشه 21 و 25. خب الان AN کم تو اینا چی شد؟ کدومش از همه کمتره؟ همین اولی که شد 19. گزینه ای درسته که من به مخرجش، چون این میشه، این الان میشه تی یو تقسیم بر 19، این میشه تی یو تقسیم بر 19.5، این میشه تی یو تقسیم بر 21 و 25. گوزی هرچی مخرج کمتر باشه خب تنش بالاتره دیگه، هرچی صد AN کمتر تنش بزرگتر. گزینه ای درسته که ایشو من اگه 5 بدم، چون مخرج همه بر اساس به A و T دیگه، تیش هم 1 بدم به من بده 19. خب این 4 5 A 5، T هم 1، این 4ه، 4 5 تا میشه 20 تا. این 3 و 9 ضرب داره 5، این 3 و 4 ضرب داره 5، این 3 و 8 ضرب داره 5، 3 و 8 ضرب در 5 میشه 19. دقیقا همین این به دست اومد. گزینه درسته پس A و من 5 بدم، T و 1 بدم، مخرج کلش بشه 19، یعنی همین این بشه. الان این میشه تی یو 19 هم، اینم در اومد تی یو 19 هم. پس گزینه 4 درسته، یعنی مخصوصا برای این حالت 2 که این همه محاسبه داشت این کارا رو بکن، با یه عدد گذاری ساده 19 و نیم به دست اومد، با اینجا 21 و 25 به دست اومد، اینجا همین 19 به دست اومد. و به راحتی میتونید به این صورت سوالاتی که اینجوری پارامتریه رو با روش عدد گذاری حل کنید. الان به راحتی 19 در یک خط، این به راحتی سریع ظرف یک ثانیه به دست میاد. حالا اینجوری دو ساعت برو اینو بنویس، اینجا ضرب کن، ممکنه تو همینا اشتباه بشه. هرچی سوال ساده تر بشه راحت تر به جواب میرسید. امیدوارم ویدیو مفید بوده باشه براتون. حتما کانال ما رو دنبال کنید که از ویدیوهای بعدی جا نمونید و بتونید ببینید. ممنون توجهتون.